أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. نکات دیگری که پیرامون این سعای مونده است عبارت از این است که گاهی شهادت بر وصی بر سوگند اطلاق می شود، چون که در این آیه منظور از اینکه ورثه شهادت بدهند همون سوگند است. مطلب دیگران است که اصل وصیت ذاتاً مستحب است، واجب نیست، مگر اینکه هنگام امارات موت انسان دینی حق اللهی و حق الناسی بر عهده او باشد که گفتن در اون وقت واجب است. لکن در اون وقت هم وصیت واجب نیست. خود وصیت به ما انها وصیه نفسا مستحب است و طبق عوارض خارجی اگر مقدمی برای کار باشد واجب می شود. بنابراین حتی در حال ظهور امارات مرگ اگر کسی حق الله یا حق الناس بر عهده داره هست، وصیت واجب نفسی نیست. وصیت مقدمی است برای ایصال حق. بیان ذالک این است که اگر کسی در هنگام ظهور و نشانهای مرگ دینی داشت و همه این دیون او در دفتر به صورت رسمی ثبت بود و برابر اون دفتر عمل می شود و می شود، دیگه نیاز وصیت نیست. یا اینکه علم دارد ورثه او از دین او با خبرند و این ورثه در اثر تعهد و تدین یقینا دین او را می پردازند یا حق اللهی که بر عهده او هست ایفا می کنند، بازم وصیت واجب نیست. وصیت وجوب مقدمی دارد تا انسان این حق را به دیگران تفهیم کند که من مدیونم. اگر دیگران یعنی ورثه او می دانند که این مدیون است، حق الله یا حق الناس بوده اوست به ایفا می کنند، لازم نیست وصیت بکند. در اون صورتی وصیت می کند که دیگران نمی دانند او حق الله یا حق الناسی بر عهده دارد، این به این وصیت اونها رو آگاه می کند و برای خود وصی هم تعیین می کند که الزام آور باشد. بنابراین خود وصیت ذاتاً میشه مستحب. مطلب سوم آن است که این که در آیه آمد از کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین، یا در تعبیرات روایی آمد از که من مات بلا وصیت مات میتت جاهلیه، اگر در موردی که وصیت واجب نباشد اینا هم بر استحباب می شود و اون را من مات بلا وصیه مات میتتن جاهلیه بر نفی کمال حل می شود، برخلاف این که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه که اون در حقیقت بر نفی حقیقت است. مثل همون لا صلاة الا بفاتحة الكتاب یا لا صلاة الا بطهور و همچنین لا صلاة لجار المسجد الا المسجد، که اون لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لا صلاة الا بطهور بر نفی حقیقت هم می شود که نماز بدون طهارت باطل است. و اما نماز همسایه های مسجد در غیر مسجد، یعنی کسی همسایه مسجد باشد و در خانه نماز بخواند و بدون عذر مسجد نرود،
نماز او نماز کاملی نیست. بنابراین یک جا نفی حقیقت است، یک جا نفی کمال. درباره وصیت هم همینطور است، یک جا اصل ایمان نیست، یک جا ایمان کامل نیست. اونجا که فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، این در حقیقت به نفی حقیقت برمیگردد، یعنی کسی که ولی اصلش ارواح و نافگاه را نشناسد مؤمن نیست. اونجا که فرمود من مات بلا وصیه مات میتتن جاهلیه، یعنی ایمان او کامل نیست. و در صورتی که وصیت واجب باشد وجوب او هم مقدمی است، نه وجوب او نفسی. مطلب بعدی آن است که اون چی که در این آیه بحث محوری است شهادت بر وصیت است، نه تعیین وصی. این دو تا مسیحی همراه با اون مسلمان، اونها وصی این مسلمان نبودند، شاهد بر وصیت بودند. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله فرمود اگر شک داشتن سوگند یاد بکنن، این مربوط به جریان دیگر از غیر از شهادت، که این در خلال بحث قبلم اشاره شد که شاهد سوگند یاد نمی کند، بلکه چون شاهد شهادت داد و محکمه هم به بر اساس همون شهادت رأی نهایی را صادر کرد، ولی بعد کشف خلاف شد، معلوم شد که این شاهد خیانت کرده است، اونگاه دعوای جدید طرح شد. از این جهت بازموندگان شدن مدعی و این همسفران شدن منکر، بزا سوگند یاد کرد. مطلب دیگر این است که شهادتی که در ذیل آیه هست به معنای سوگند است، نه معنی شهادت. اون شهادتی که در صدر آیه است معنای خودش دارد، اما شهادتی که در ذیل آیه است که اینا سوگند یاد میکنن فیقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما، که در آیه دوم هست، آیه دوم از این سایه محل بحث، منظور از این شهادت قسم است، زیرا قسم چون گاهی ذمیمه شهادت میشود و گاهی خلیفه شهادت می شود، از این جهت اطلاق شهادت بر یمین مصححی دارد. اونجا که ذمیمه است، مثل مواردی که شاهد واحد با ذم یمین می تواند محکمه را قانع کند، که محکمه به انضمام سوگند به شهادت رأی صادر می کند. اونجا که یمین خلیفه شهادت است، مثل جایی که شخص باید بیانه اقامه کند و چون بیانه ندارد سوگند یاد می کند. پس یک جا یمین ذمیمه شهادت است، یک جا خلیفه شهادت است. از این جهت یک تناسبی بین یمین و شهادت هست، اون تناسب مصحح اطلاق شهادت است بر یمین، که بازموندگان در اونجا سوگند یاد می کنند، اینا که شهادت نمی دن. فیقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادت ما، یعنی سوگند ما بهتر از سوگند این هاست، نه اینکه شهادت ما بهتر از شهادت اینها باشد، چون اینها که شهادت نمیدن. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ذالک ادنا ان یأتوا بالشهاده علی وجهها او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانهم، این که فرمود او یخاف و ان ترد ایمانون بعد ایمانهم، این ناظر بون اصطلاح فقهی نیست. در اصطلاح فقهی گاهی انسان اون سوگند ابتدایی را ایراد میکند، گاهی یمین مردوده را ایراد میکند. سوگند ابتدایی مثل برای جایی که خود منکر قسم یاد میکند، چون البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، اگر منکر سوگند یاد کرد این سوگند ابتدایی است. گاهی منکر از سوگند تحاشی دارد، این را به مدعی برمیگرداند، این را میگوین یمین مردوده، یعنی یمینی که مستقیما مال منکر بود، منکر گفت من سوگند یاد نمی کنم، اگر مدعی سوگند یاد کرد من راضیم. این یمینی که به عهده منکر بود، این را به عهده مدعی ارجاع داده است.
مدعی که باید بیانیه اقامه کند اگر بیانیه اقامه نکرد و سوگند یاد کرد، میگوین یمین مردوده را ایراد کرد، حلف کرد. این حلف اون یمین مردوده است، یمینی است که از منکر به مدعی رد شده است. این اصطلاح فقهی یمین مردوده. اما اینجا که فرمود او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانهم، این ناظر به اون یمین مردوده نیست، بلکه ناظر به رد الیمین است. چون اون دوتا مسیحی اول شهادت دادن به وصیت و بر اساس اون شهادت عمل میشه. مطلب دوم بود که بازموندگان گفتن به این که ما جستجو کردیم اون جام را ما نیافتیم. حالا قصهش اونطوری که تو تفسیر علی ابن ابراهیم است و در وسائل هم بی‌مقدار از اون نقل شده است و بعد می‌خوانیم بخواست خدا، معلوم شد که این بازموندگان از این دو مسیحی همسفر سوال کردند آیا این متوفا تجارتی کرده است که باید شکست بشود؟ گفتن نه. گفتن بیماریش طولانی شد که چیزی را برای درمان صرف بکنه. گفتن نه، یه چند روز مختصری بیمار شد بعد مرد. سوال کردن گفتن آیا در این بین را سرقتی اتفاق افتاد که مال او برده بشود؟ گفتن نه. خب اینا تقریبا مطمئن شدن که این جام در این کالای بجامونده از اون متوفا بود و این دو نفر گرفتن، برای این کشون تجارتی نکرد که ورشکست بشود و مجبور بشود این جام خود را بفروش. سرقت هم که رخ نداد، بیماری و هم که طولانی نشد که او برای درمان بیماری مجبور بشود این جام را بفروشد. اونا گفتن شما گرفتید، پس این جام بود و شما گرفتید. از اون به بعد اینها چون منکر شدن سوگند یاد کردند و فیصله پیدا کرد که این مقطع دوم از این جریان است. بعدها که این جام را در دست اینها دیدن، مقطع سوم این قصه پیش آمد. حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیدن، عرض کردن این جام ما دست اینها پیدا شد. اینجا بود که یمین اینها یعنی سوگندی که اینها یاد کردن رد شد، در حقیقت سوگند جدیدی پدید آمد. یعنی اون چرا که در محکمه قبل عمل می شد الان کشف خلاف شد. این دعوای جدید است برای اینکه موضوع عوض شده. به سوگند اونها الان بی اثر است. بازموندگان باید سوگند یاد کنن. او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانهم، یعنی سوگند اون شاهدان باطل از بین رفت، اون دیگه مردود است و باطل، و بازموندگان که اولا به متوفا هستن باید سوگند یاد کنن. پس این رد یمین غیر از اون رد یمین مصطلح فقهی است که منکر یمین را به مدعی رد کند. مطلب بعدی درباره این است که آیا منظور از این من غیرکم مطلق غیر مسلمان است یا نه؟ مطلق نیست، یعنی کافر حربی را شامل نمی شود. اگر کافر حربی را شامل نشد، ملحد را شامل نشد، آیا مطلق معتقدین به مبدع را شامل می شود؟ حتی مجوسی یا نه؟ خصوص یهودی و مسیحی است. اینها را روایات را مشخص کنند. گوشی از این رو در این نوبت اگر خدا بخواد بخونیم. در کتاب شریف وسائل باب ثبوت الوصیه به شهادت مسلمین عدلین باب 20 از این ابواب است. یعنی در کتاب الوصیه چندین باب هست، باب 20 مربوط به این است، ثبوت الوصیه به شهادت مسلمین عدلین، کتاب الوصایا باب 20. و بعضی از این روایات البته ضعیف است، اما روایت صحیح و موثق برش هست که مورد اطمینان است. و قسمت مهم بحثی که فقها کرده اند سندشون همون آیه است با این روایات، اجماعی در کار نیست. گرچه بزرگان فقهی گفتن بعد از کتاب دلیل همون اجماع است، نمی شود به اجماع توسل کرد، برای اینکه چنین اجماعی که محتمل المدرک است اجماع تعبدی محض نخواهد بود.
هم آیه به خوبی دلالت می کند بر اینکه شهادت دو تا غیر مسلمان برای وصیت کافی است، هم روایاتی که در این زمینه وارد شده. خب با بودن آیه‌ای که در این جهت دلالتش خوب است و روایات معتبری هم که به مضمون آیه وارد شده است یا مفسر آیه است، دیگر جا برای اجماع تعبدی نمی ماند. پس اگر اجماعی هست یعنی فقها همین مطلب را فهمیدن که متأخرین می فهمند، قدما همین مطلب را فهمیدن که متأخرین می فهمند، نه اجماع تعبدی باشد. روایت اول باب 20 این است، مرحوم کلینی نقل می کند که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سؤال شده است، ان شهادت اهل الملل، هل تجوز على رجل مسلم من غیر اهل ملتهم، آیا شهادت غیر مسلمان بر مسلمان نافذ است یا نه؟ فقال الله، فرمود شهادت غیر مسلمان بر مسلمان نافذ نیست، الا ان لا يوجد في تلك الحال غيرهم، مگر در حال نیاز و ضرورت که غیر مسلمان یافت بشود و مسلمان یافت نشود. اگر مسلمانی خواست استشهاد بکند و شاهدی بگیرد و مسلمانی حضور ندارد، میتواند از غیر مسلمان به عنوان شاهد دعوت کند. و لم یوجد غیرهم جازت شهادت، یعنی اگر مسلمان یافت نشد و غیر مسلمان یافت شد، جازت شهادتهم فی الوصیه. چرا؟ لأنه لا یصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصیته، برای اینکه حق مسلمان ضایع نشود و وصیت هم باطل نباشد، بنابراین شهادت غیر مسلمان کافی است. روایت دوم که ابی سواه کنانی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، میگوید من از حضرت پرسیدم یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم، این آخران من غیرکم کیانند؟ ما آخران من غیرکم. قال علیه السلام هما کافرانه، اگر دو تا شاهد مسلمان نبود دو تا شاهد کافر. خب گفتم ذوا عدل منکم پس چیست؟ قال مسلمانه. این ذوا عدل منکم، ذوا عدل ناظر مسلمان هاست، چون داره ذوا عدل منکم، اون آخران من غیرکم ناظر به کافر است. حالا این کافر مطلق است، حتی مشرک را میگیرد یا نه، و اگر مشرک را نگرفت مجوسی را میگیرد یا نه، اینها روایت بعد باید تایید کند. روایت سوم که محمد ابن مسلم حلبی به محمد مسلم، هر دو از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکنند که میگن ما از حضرت پرسیدیم هل تجوز شهادت اهل ملتهم من غیر اهل ملتهم، آیا اگر چون در مسئله میراث وحدت ملیت شرط است، یعنی غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبرد، ولی در شهادت این چنین نیست، غیر مسلمان میتواند شاهد کار مسلمان باشد، هل تجوز شهادت اهل ملتهم من غیر اهل ملتهم؟ قال علیه السلام نعم اذا لم یوجد من اهل ملتهم، اگر از مسلمین کسی یافت نشد اونگاه شهادت غیر مسلمان درباره مسلمان نافذ است. اذا لم یوجد من اهل ملتهم جازت شهادت غیرهم، برای اینکه انه لا یصلح ذهاب حق احد، برای اینکه حق کسی تضییع نشود شهادت غیر مسلمان درباره مسلمان نافذ است. روایت چهارم که هشام بن سالم از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند درباره او آخران من غیرکم، حضرت طبق این نقل فرمود اذا کان الرجل فی بلد لیس فیه مسلمون جازت شهادت من لیس به مسلم علی الوصیه، چون این کار برخلاف قاعده است بر مورد نص اقتصار میشود. اذا میبینید در فقه مقید کردن شهادت غیر مسلمان درباره مسلمان، در بحث وصیت اون هم وصیت مالی، برای اینکه آیه مربوط به مال است و هرگز نمی شود غیر مسلمان را قیم بچه های مسلمین قرار داد. پس وصیت عهدی
به اون معنا که غیر مسلمان عهده‌دار قیمومیت صغار مسلم باشد نیست. این شهادت بر وصیت در مال است. اذا کان الرجل فی بلد لیس فیه مسلمون جازت شهادت من لیس مسلم علی الوصیه، که همین ها شهادت بر وصیت است، نه اینکه اینها بشوند وصی. همین روایت را که از هشام بن حکم هست، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امید، با یه تفاوت مختصری نقل کرد. او این است که اذا کان الرجل فی ارض غربت لا یوجد فیها مسلم، اونجا دارد که جازت شهادت من لیس مسلم. طبق نقل قبلی اذا کان الرجل فی بلد بود، طبق نقل دیگر اذا کان الرجل فی ارض غربت هست. روایت پنجم، سماعه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که آیا شهادت اهل ذمه نافذ است یا نه؟ فرمود لا تجوز الا على اهل ملتهم، شهادت اهل ذمه فقط بر برای اهل ذمه نافذ است. فعل لم یوجد غیرهم جازت شهادتهم على الوصیه، اگر در جایی مسلمان نیاز داشت به اشهاد و غیر مسلمان بود و مسلمان حضور نداشت، می شود اهل ذمه را شاهد بر وصیت قرار داد. لانه لا یصلح صحاب حق احد، برای اینکه حق کسی ضایع نشود شهادت دو تا غیر مسلمان در اینجا کافی است. روایت ششم این باب که یحیی بن محمد میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم معنای آیه چیست؟ یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم تا او آخران من غیرکم، این معنیش چیست؟ قال علیه السلام اللذان منکم مسلمانه، این که خدا فرمود زبا عدل منکم، یعنی دوتا شاهد دوتا مسلمان عادل، واللذان من غیرکم، این من اهل کتاب است. خب پس و آخر او آخران من غیرکم، اگر اطلاق داشته باشد مشرک را و همچنین مسیحی را و همچنین یهودی و مجوس را بگیرد، این آمده مشرک را خارج کرده، یک یهودی و مسیحی یقینا داخلن. درباره مجوس که آیا اهل کتاب است یا نه محل تأمل است، بنابراین این رو باید با روایات دیگه حل کرد. این خصوص اهل کتاب را میگیرد. اگر چونچه ما درباره کتابی بودن یک گروه شک کردیم، نمیتوان به این خاص تمسک کرد، برای اینکه شبهه مصداقیه خاصه، به خود خاص که نمیشه تمسک کرد و به عام آیا میشود تمسک کرد یا نه، این ناظر است به اون اختلاف معروف که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز است یا جایز نیست. فعل لم تجدو من اهل کتاب فمن المجوس، این خودشون شبهه را حل کرد. فرمود منظور از آخران من غیرکم اهل کتاب هم، اگر اهل کتاب نبودن مجوسی ها مثل اهل کتاب شهادت اونها نافذ است. بلکه لأن رسول الله صلی الله علیه وسلم سن فیهم سنت اهل کتاب فی الجزیه، حالا یا حکومت است از باب توسعه موضوع یا واقعا این اهل کتاب هم، بر تقدیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جریان جزیه فرق بین مجوسی و مسیحی و یهودی نگذاشت. خب چه شهادتی اینها نافذ است؟ و ذالکه اذا مات الرجل فی ارض غربت فلم یوجد مسلمان اشهد رجلین من اهل کتاب، اگر کسی در سرزمین غربت که همه اینها قید غیر غالبی است، اگر کسی در دیار غربت بمیرد و دو مسلمان عادل پیدا نکنند، اونگاه غیر مسلمان را شاهد بر وصیت خود قرار میدهد. این فی بلدن یا ارض غربه، اینا همشون ناظر به جایی است که غیر مسلمان حضور دارد و مسلمان حضور ندارد، مسلمان عادل نیست. اشهد رجلین من اهل کتاب که یحبسان بعد از سلام، رایی هم تقلیز به لحاظ زمان است مثل این یحبسان من بعد سلام، گاهی تقلیز به لحاظ مکان است
و در این قصه جمع شد از بین تقلید زمانی و مکانی، لذا پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دو نفر را بعد از نماز در کنار منبر خود اینا را سوگند داد. فیقسمان بالله، این دو حضرت معنی می‌فرماید اینکه به ذالکه ازرتاب ولی المیت فی شهادتهما، اینا که شهادت دادن اگر مورد ریب ان قهرن طرح دعوا می شود، دعوای طرح می شود، بازموندگان این متوفا می شوند مدعی و اون دو نفر می شوند منکر و منکر باید سوگند یاد کند، نه اینکه شاهد به ما انه و شاهد باید سوگند یاد کند. و ذالکه در تاب ولی المیت فی شهادت امام، فین اصر علی انهما شهدا بالباطل، اونگاه یک حکم فقهی دیگری تا اینجا زنده می شود. و این است که اگر چنونچه معلوم شد شهادت اینها باطل بود، چه اینکه بازموندگان دیدن، خب نمی توانستن بگیرن که چون محکمه حکم کرده است که بدهکار نیستن. حالا که بازموندگان میت این جام را در دست این دو هم سفر دیدن، باید دوباره مراجعه کنن به محکمه، محکمه حکم کنن. لذا دوباره آمدن محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، محکمه جدید تشکیل شد و اونها سوگند یاد نکردن، اینها سوگند یاد کردن. اونها گفتن ما خریدیم، بازماندگان گفتن نخریدید، بازماندگان شدن منکر و سوگند یاد کردن. پس این چنین نیست که اگر محکمه رأی داد دوباره انسان مال را پیدا کرد خودش بتواند برود بگیرد. فین اس عثر علی انهما شهدا بالباطل فلیس له ان ینقض شهادتهما حتی یجیء شاهدان یقومان مقام الشاهدین الاولین. بدعن نمیشه حکم کرد، خود قاضی هم بدعن نمیتواند حکم بکند مگر اینکه دوباره محکمه تشکیل بشود، کسی برابر مقررات مدعی و منکر ها یا بیانیه ایراد کند، اقامه کند یا یمین ایراد کند تا محکمه حکم کند. حتی یجیء شاهدان یقومان مقام الشاهدین الاولین، اونگاه فیقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادت ما و معتدینا انا عدد من الظالمین. فاذا فعل ذلك نقضت شهادت الاولین و جازت شهادت الاخرین. یقول الله عز و جل ذالک ادنا یأتو بالشهاده علی وجهها او یخاف ان ترد ایمان بعد ایمانه. روایت هفتم این باب که حمزت ابن همران از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، میگه من از حضرت پرسیدم زوا عدل منکم و آخران من غیرکم، یعنی که فرمود اللذان منکم مسلمانه. این که فرمود زوا عدل منکم یعنی دوتا مسلمان عادل، واللذان من غیرکم این من اهل کتاب است. اذا مات الرجل المسلم بعرض غربتین فطلب رجلین مسلمین یشهدهما علی وصیته فلم یجد مسلمین. اگر جستجو کرد دید دوتا مسلمان نیست تا اونها را اشهاد کند به شاهد وصیت خود قرار بدهد، فلیشهد علی وصیته رجلین ذمیین من اهل الکتاب. خب از این روایت یه قید دیگری پیدا می شود و این است که باید فحص کند، نظیر تیمم. اگر کسی آب نداشت مستقیما نمی تواند تیمم بکند، باید فحص کند. فلم تجدو نیافتید جایی صادق است، انسان باید فحص بکند. منتها مقدار فحص را روایات بین سرزمین هموار و ناهموار فرق گذاشت. به اندازه یک پرتاب تیر یا پرتاب دو تیر، دو تیر پرتاب یا یک تیر پرتاب، وگرنه اصل فصل لازم است. برای اینکه اگر کسی بگوید فلم تجدو ما ان، فلم تجدو ما ان، این نیست که انسان تو اتاق بشیند بگوید آب در دست نمیست، خب باید فصل کند. منتها مقدار فصلش رو باید مشخص کرده. اینجا هم که دارد نیافت باید فصل کند بالاخره. حالا اگر فحص کرد نیافت یا فحص مقدورش نبود نظیر در اثر بیماری مانع آن دان، اونگاه ثابت میشه. مطلب دیگری که این روایت هفت میفهماند و از خود آیه هم استفاده شد
این است که اون آخران من غیر کام اونها باید امین باشن در دینشون. لذا فرمود طبق امر و تفتم فلیشهد علی وصیته رجلین ذمیین من اهل الکتاب مرضیین عند اصحابهما، یعنی در دینشون آدم مرضی و امینن گرچه پیش ما عادل نیستن. غیر امین وجودش کل عدم هست، هیچی وصیت نمی کنه. بالاخره بله، ولی مسمونی شهادت کاذب شه کل عدم هست دیگر، هیچی یه چیزی می نویسد اگر چون که به دست کسی رسید رسید تقش بود تا حال ادا کند دیگر. این کسی که تأخیر می اندازد مگر اینکه یه وقتی مرگ غیر پیش بینی شده مثلا باشد، خب دیگه معذور است، چون عند ظهور امارات موت واجب است. اما در مرگ‌های اختراعی و به هنگام چطور؟ خب گاهی حادثه همچه حادثه پیش میاد دیگه. این تصادفات و خیابون و بیابون چطوره؟ اینطوره. روایت هشتم این باب که از بصایر درجات است، مفضل ابن البته بعضی از اینا سندش صحیح نیست، منتها اونهایی که آثار فقهی برشون بارست بعدش معتبره. مفضل ابن عمر از امام صادق سلام الله علیه در کتابی که نوشت بعد چیز عرض میکند که حضرت سوالاتی کرد، حضرت به اون فرماد که و اما ما ذکرت انهم یستحلون الشهادات بعضهم لبعض علی غیرهم فان ذلک لا یجوز ولا یحل و لیسا و علامات اولو. اگر دیدید که مثلا اونها شهادات اهل کتاب را تجویز میکنند روا نیست، مگر برابر آیه سوره مائده الا لقول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا، اونگاه هم فرمود و ذالکه اذا کان مسافرا فحذره الموت اشهد اثنین ذوی عدل من اهل دینه فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير اهل بالاهل ولایته، یعنی کسانی که عارف به حدود و شعور اسلامی هستند. و تا پایان آیه ذکر میکنه. روایت نهم این است که عیاشی در تفسیرش نقل کرده است که آخران من غیرکم یعنی هما کافرانه. بعد سوال میکند که ذوی عدل منکم چی؟ فبود مسلمانه. اما روایات باب 21 این شأن نزول مفصل را دارد که تا هر اندازه که رسیدیم میخوانیم. در جریان این شأن نزول مرحوم کرینی از علی ابن ابراهیم نقل میکند، روایت مرفوع هم هست، که خرج تمیم داری و ابن بندی و ابن ابی ماریه در یه سفری. تمیم داری مسلمان بود، ابن بندی و ابن ابی ماریه نصرانی بودن. تمیم داری متاعی داشت که آنیهی داشت که منقوش به ذهب بود و قلادهی داشت گرانبها. در متاع او هم این جام گرانبها بود هم اون قلاده به گردنبند. و اخرجها الی بعض اسواق العرب للبی، برای تجارت رفته بودن دیگر، منتها در بین راه مریض شدن. تمیم داری بیماری سخت گرفت، وقتی مرگ حاضر شد اون چه که در پیش او بود به این دو همسفر مسیحی داد و به اینها گفت که این رو به ورثه برگردارن. این دو همسفر مسیحی آمدن مدینه و در بین متا اون دو چیز را گرفتن، یعنی اون آنیه و قلاده را گرفتن، بقیه لباس ها و اینا را دادن. و او سلاس ها ارزالشه را ورثته، باز مندگان اون آنیه و قلاده را نیافتن. به این دو همسفر مسیحی گفتن آیا این صاحب ما بیماری طولانی دامنگیر شد، مبتلا به بیماری طولانی شد که خرج هزینه کرده باشد؟ گفتن نه. از اونها سوال کردن که آیا تجارتی کرده است که خسارت دیده باشد؟ گفتن نه. گفتن مثلا سرقتی شده است؟ گفتن نه. گفتن ما این دو متا را گم کردیم، در بینش نیست، یکی آنیه‌ای بود منقوش به ذهب، یکی هم قلاده، این به ما بر نگشت. اونا گفتن نه، هر چی که این متوفا به ما داد ما به شما دادیم. از اینجا با محکمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه کردن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اینا سوگند را لازم دانست که سوگند یاد بکنه. اینا هم قسم خوردن دو خلا انهما، پیغمبر اینا رها کرده. بعدن اون جام و اون گردنبند از دست این دو مسیحی پیدا شد،
اولیای تمیم داری آمدن بوضوع پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن به این که این دو مسیحی اون متاهای پدر ما رو دارن. الان پیغمبر صلی الله علیه وسلم منتظر وحی بود و آیه در این زمین نازل شد، یا ایها الذین آمنوا. این معلوم می شود که این دوتا آیه با هم نازل شد. فاسلغ الله شهادت اهل الكتاب على الوصيه فقط اذا كان في سفر ولم يجد المسلمين. اگر چون که یک مسلمانی در سفر بود، دو مسلمان را عادی که عادل باشد پیدا نکرد، وصیت اون غیر مسلمان، شهادت غیر مسلمان بر مسلمان ها نافذ است. فهذه شهادت الاولى التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فان اسر على انهما استحقا ای انهما حلفا علی کذبین فآخران یقومان مقامهما، یعنی من اولیاء المدعی، من الذین استحق علیهم الاولیان، اینها یحلفان بالله انهما احق بهذه الدعوا منهما فانها مکذبا فیما حلفا بالله. فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیاء تمیم الداری ان یحلفوا بالله علی ما امرهم فحلفوا. فأخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم قلاده و آنیه را از ابن بندی و ابن ابی ماریه و اینها را به اولیای تمیم داری برگردون و این ذیل را تطبیق کرد که ذالک ادنایت و به شهادت علاوتی ها. منتها در آخرش دارد که منظور تحبیسون همون بعد صلاة عصر است. والحمدلله رب العالمین.